سعید قربانوف، عالم، پروفسور و عبیره احمدی دانش حالا به آموزش دستخط های مشغول است که چند سال پیش از ویرانه های حولی بابا کلانش یافته است. او میگوید این دستخط ها و کتاب های نادر از بین دیوارهای خانه احمدی دانش هنگام کندن دیوار یافت شده اند. همین ترتیب به برومدین. اینجا سوان حالا انا لای اینجاست خاک. این دستنویسی خیلی بزرگ است. این تو این دستنویس نیست. ما هم خیلی کتابی افتیم که این با من بینید من اینا بایش نیست انا بینید من کتاب هست کتاب انا بین اینا مقاویش نیست است بالش نیست من این تو انا ایناش نیست ساتره همیش پوسیدگی اینا وقتی مغزی باید سالها گذشت و صد سال گذشت من صد سال شد. در نزدیکی باغ اسماعیل سامانی و مرکز شهری بخارا کوچه است که در آن احمدی دانش سال 1826 به دنیا آمده تا سال 1897 در آن زیسته است. هرچند پدر و مادرش از ناحیه شافرکام کنار بخارا بودند، از روی ضرورت به اینجا آمده و مقیمی گشتند. با گفته پیوندان دانش این حوالی در گذشته کلانتر بوده است، ولی سال 2018 برای وسیع‌تر کردن راه ماشین گذر نیمی از آن را کوچاندند و حالا منزل نوساخت او را مهمانخانه کردند. به غیر از اثر و نوشته‌هایش چند اشیای روزگارش را نیز اولادانش نگه می‌دارند، مثل این ساعت که به قول عبیرش احمدی دانش از شهر سنکت پترزبورگ آورده است. همین ساعت کتی نماز بخوندند بعد چیزو یه همارت اومده اینا گرفته رفت بسمچه گرفته رفتنی شده گی خونه اومده در اومده گی گرفته گی هنا فکره بعد این تو کرده گی این تو کرده گی زده گی دوتا و این کار نمیکنه نه چکو میکنه بیتا گی دیماش هم تو پرتفته گی زمین با من اینجوز هم تو فرام دا رفته گی نه از برای پرتفته گیش شکسته گی اختی با چسبانده با مانده گی لیکن رستوراتسه نشده است حوز را اگر اونم اگر حوز کار کرده بردی حوز را خودش و اونم سرسه کلیتش کتی و کار کرده بردید. ولی پیوندانش از آن ناراضی هستند که شخصیت احمدی دانش را در این شهر به طوری باید ارج گذاری نکردند. به نامش آثارخانه یا مرکز علمی تأسیس ندادند و نسل نو تقریبا از این معارف پرور و اصلاحات خواهی تاجیک معلومات ندارد. اینجا بخورم هیچ نیست احمد دانش. یک دوتا کوچه و یه ماندگی کوچه تنگه ماندگی که آخرش بسته اساس نیست همونه همه دانش ماندگی های دوتا بانر مونیتون هیچ نباشد که سر کوچه و آخر کوچه با که این احمد دانش کی بود من نیسته دادم صورتش هم دادم نیسته دادم که احمد دانش کی بود همینه یک نیسته مونیتون همینجا بابای با که این کس چطور این معرفت پرور خیرم این یا که تاجیک بوده گیش من می مراجعت کریم نشد. بغیر از چند تن کوچه بخارا که بنامش نهادن همزمان در مدرسه کوکلداش یک گوشه خورده رو با عکس و اثرهایش به معرض تماشا گذاشتند. این هم به آن خاطر است که احمدی دانش بعد تحصیل در نزد مادرش و آموزش قرآن در این مدرسه تحصیل کرده است. ولی نفران آگاه از نقشه های معماری آثارخانه ها میگویند مقامات شهر در پی بازسازی ها احتمال آثارخانه را به نامش گذارند. پیشی که همون ارک سفر میکرده اگه باشیم اونجا یک مدرسه هست در بین همون خاندان ها اونجا خودی احمد دانش در همون مدرسه تحصیل گرفته است. ها تحصیل گرفته است در همانجا همون حسن و خط و تحریزی و همین خیر با همون وای مشغول صاحب مشغول شده است. من در آنجا مدرسه حالا خی یک در حالتی بهنه باشدن در یک حالتی تعمیر طلب است. من حالا هم مدرسه دیدن ممکن است. اکنون احمد دانش درباره مثلا پیشرفت بخارا و بهکردن مردم آن خیلی سهم ارزنده گذاشته است. احمدی دانش معروف به احمدی کله یکی از عالمان برجسته علم و ادب تاجیک و معارف پرور اصلاحات خواه شناخته می شود که در عصر 19 زیسته است و در دوره سلطنت امیر نصرالله یکی از خدمتچیان دولتی اش بود. بعد سه بار سفرش به سنکت پترزبورگ خواستار اصلاحات در امور کشورداری گشت
و بعد از رد شدن پیشنهادهایش از دربار رفت. او باقی مانده حیاتش را برای نوشتن اثرهای بمانند رساله در نظم تمدن و تعاون صرف کرد که به شاه و کشوردار طرز درست اداره کردن دولت و خلق را می آموزاند. نوادر الوقایع نیز یکی از اثرهای معروف این دانشمند است. ایجادیات نویسنده تنها با همین دایره محدود نشد. من بعد یعنی در اولی عصر 20 هم آن سببگار بیداری گروهی نسبتاً زیاد ضیاییان و طلبگان و نهایت یکی از منبع‌های تشکلیابی حرکت جدیدیه می‌گردد. از اینجاست که در کتاب‌های درسی مکتبی حیات و ایجادیت او را می‌آموزند و در تاجیکستان چندین خیابان و مکتب را به نامش گذاشتند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری بخارا.